سلام و شبتان بخیر و زندگیتان پر از اتفاقات خوب. بازم سراچه آمد و ما فرهاد رامکی یک ساعت در خدمت شما هستم و شما طلوع را بینده هستیم. امشب همچنان جوان را دعوت کردیم که به مدت بسیار کم توانست بسیار زیاد طرفدار پیدا کنه و اکثریت دوستای ما و مردم عزیزی که در شهر کابل زندگی میکنن با چهره شان کاملا آشنایی دارن و بیشتر هم دوست دارن. نقش خوب را در جمع‌آوری معتادین داشت و با کنترل بازار، مرلاک کردن دکانها و هتل‌ها در ناحیه پنجم آشنایی بیشتر با ایشان مردم پیدا کرد. بله، امشب مهمان ما جناب رفیولا احمدزی معاون ناحیه پنجم شهر کابل هستند. بفرمایید جناب احمدزی سر. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صحت شما. چقدر خوب شد که بعد از مدت طولانی تانستیم شما را به چوکی سراچه دعوت کنیم. بخیر باشین. تشکر. بفرمایید. زنده باشین. خوب هستی ان شاء الله؟ تشکر. بخیر باشین. بخیر میگذره. خوب هستین. شما خوب؟ کارا چطور است؟ الحمدلله بخیر باشین. طرف پای شما بخیر باشین. اگر سلام علیکی با هموطنای ما داشته باشین که من خدمتتون. سلام و احترامات بر شما بیننده عزیز شما و وطندارایی که داخل افغانستان، وطندارایی که بیرون افغانستان هستند و به همکارای عزیز شما که در استودیو با ما هستند. بخیر باشین. زنده باشین. احمدزی صاحب عزیز، ما معمولا از مهمانای خود میپرسیم که چند سال دارند و از کدام ولایت افغانستان هستند، چون بیشتر مردم با اونا آشنا شوند. همین سوال ها میخواییم که شما پاسخ بدید. عمر ما تقریبا 31 سال است. خود جوان گفتیم، اشتباه نکردیم دیگه. نام خدا جوان است. و از ولایت لوگر، ولسوالی محمد آقا، قریه دیوالک میباشم. بسیار خوب. لوگر گفتید، آیا در لوگر زندگی هم کردید؟ بله، تقریبا مدت زیاد شده که در لوگر زندگی کردیم. تقریبا بیشتر از 3-4 سال بودن که در لوگر بنابرای بعضی مشکلات در لوگر بودیم. خب، فکر میکنم رئیس جمهور پیشین ما از لوگر بوده. این ولسوالی و قریه که شما هستین اونا بودن؟ خب، قریه از ما کمی دورتر هستن. یک قریه به نام سرخاب میگن. و ما تقریبا فاصله بین ما و قریه سرخاب تقریبا 1 ساعت هستن. 1 ساعت از قریه ها با هم فاصله داره. ازدواج کردید؟ اگر چند بار؟ بله، ازدواج کردیم و یک ازدواج دارم، یک خانم دارم و دو تا طفل دارم. خب. بله. دو تا طفل پسر هستن. بله، پسر بزرگ ما ابوبکر که تقریبا 6 سال عمر داره و فعلا مکتب میره و بچه دوم عمر علی که تقریبا 9 و 1 سال شده. یک رقم گرفته معلوم میشین؟ نه. بسیار آزاد باشین؟ نه. بسیار برنامه خودمانی است؟ نه. بیخی راحت است. راحت است. شکر. راستی جناب احمدزی صاحب، مکتب خواندید و دانشگاه رفتید، از مدرک تحصیلیتان با ما قصه کنید. بله، در سال 2007 از مکتب فارغ شدم و در سال 2009 از یکی پانتون های خصوصی اشتراک کردم که در سال 2013 فارغ شدم و ماستری خود را هم در بخش اداره و تجارت از یکی از پانتون های خصوصی ارز نمودیم. نام خدا. شما در حال حاضر ماستر هستید. پلان ندارید که بخیر دکترایتان هم در یکی از رشته ها بگیرید؟ پلان داریم که دکترا را هم در این بخش اداره و تجارت بگیریم. بخیر. چرا اداره و تجارت انتخاب کردید؟ چون رشته پیسه دوست خونستیم. نه خیر. چون رشته علاقه ما بیشتر به بخش بازاریابی و بخش اداره است. از این خاطر دوست دارم که در بخش اداره و تجارت باشم. بسیار عالی. انشاءالله موفق باشین. تشکر. زنده. اما از بیایید که آغاز برنامه را از دوره های مکتب و کودکی شما داشته باشیم. شما کودکیتان را در کجا سپری کردید و مکتب را در کدام مکتب خواندید؟ اگر بیشتر بر ما بگوید، یک شاگرد لایق بودین یا تنبل بودین؟ خب، مکتب را در یکی از لیسه‌های دولتی به نام سید نور محمد شاه خواندیم و
زیاد لایق هم نبودیم، زیاد تنبل هم نبودیم. در صنف 12 نمره بودم البته. 12؟ 12 بودم. خب ما خی 8 بودم، من میگم خی چقدر تنبل بودیم دیگه. خب بیشتر وقت خود را در کابل بودیم، در کابل زندگی میکردیم و در ساحه که ما بودیم از پدر کالان در موسا زندگی میکردیم و فعلا هم در موسا همی باشیم. ناهی پنج ها نیست؟ نه خیر، ناهی پنج نیستن، ناهی هشت زندگی میکنیم. خب ناهی هشت زندگی میکنیم. چقدر راه فاصله داره؟ رفت آمدم شاید مشکل باشه که از ناهی هشت بیا به ناهی پنجم و تمام روز کار کن، پس دوباره برو طرف ناهی هشت. فعلا خورم کسی بر شما بهتر معلوم است که ازدحام را نظر به سابق کم شده، چون قبلا در جاده ها و در پیاده روها در ساحات سبز دست فروش ها تنظیم بودن، کم ذره مشکلات از نگاه ترافیک می بود، کم ذره مشکلات از نگاه دست فروش ها می بود، ولی فعلا الحمدلله مشکلات حل شده، نیم ساعت دربر می گیرد تا به دفتر بریم و پس بیم. بسیار خوب. چی مدت می شود که شما بایست باون ناهی پنجم کار میکنید؟ صادقانه یک موضوع را امرای ما شریک کنید، بسیار صادقانه، آیا واسطه داشتید که آمدید به چوکی معاونیت ناهی پنجم تکیه زدید؟ رامکیس، به نظر من در امارات ضرورت بواسطه نخواد باشه. ما مدت تقریبا 15 ماه میشه که در این حیث معاون ناهی پنجم وظیفه میکنم و در روزای اول که به حیث معاون مقرر شدم به شهروال صاحب کابل تعارف حاصل کردیم، گفتن که مدت 3 ماه وقت دارین تا خود اثبات بسازین که شما کار کرده میتونید. چند ساحه که زیاد پر ازدحام بودن، ساحه پل کودسنگی بود، ساحه پل سوخته بود، ساحه کمپانی بوده که برای خاطر دستفروش ها باید جای بدیل انتخاب شده و این ساحه ساحه سبز و ساحه پیاده و باید به شکل یادی خود برگرد. ما کوشش کردیم و کارها را تقریبا در مدت 45 روز تکمیل کردیم. باز هم پیش شهروال صاحب رفتیم، چون در روزا ما سرپرست معاونیت عهده داشتم، رسمی مقرر هم نشده بودم، گفتن که شما فعلا سرپرست می باشین. در 45 روز که کار را تکمیل کردیم بر شهروال صاحب رفتیم که شهروال صاحب هدف که تعیین کرده بودین و هدف تکمیل شد. گفت نه خیر، تال تکمیل نشده. ما گفتیم که ساحات سبز باید به ساحات سبز مبدل شد. ساحات شما دست فروش ها رو تنظیم کردین ولی ساحات سبز به ساحات سبز تبدیل نشده و کوشش کنین که ساحات سبز شد. بازن تقریبا 2 روز به خاطر هم مدتی که شهروال صاحب داده بود مانده بود، باز پیشان رفتن که شهروال صاحب مدت تکمیل شده، گفت نه خیر 2 روز وقت مانده. بعد از 2 روز ما میایم عمومی یک بررسی میکنیم، اما اهدافی که ما تعیین کرده بودیم اگر به هدف رسیدگی شده باشه انشاءالله شما را به حیث معاون ناهی پنجم مقرر میکنیم. با مو بود که بعد از 3 ماه بعد از رسیدن به هدف ما را رسما به حیث معاون ناهی پنجم مقرر کردن و بر علاوه از او بعضی اهداف دیگه هم بودن. تارگیت عوایدی بر ما تعیین کرده بودن که عواید باید به این تارگیت رسیدگی شه. با همکاری همکارا در اوسه با همکارایی که در ناحیه داشتیم ما توانستیم که هدف بسیار به زودترین فرصت به دست آوردیم. بسیار خوب، سوالات زیاد است لابلای صحبتهای شما پیدا کردم که باید بپرسم، اما همکارای ما میگه باید وقفه بگیریم. درست. وقفه رو میگیریم دوباره برمیگردیم. وقفه ایزایم دوباره زود برمیگردیم، جای دیگه نریم که احمدزای صاحب بعد از دیر وقت بعد پیدا کردیم. قصای زیاد هم روشان دارم. خوش آمدین، یک سلام مجدد دارم به دوستان که جدیدن همراه ما یک جا شدند و سراچه را بینده هستند. عزیزا معاون صاحب و من زیاد احترام شد به خاطر عزیز دارم که همیشه وقت میبینید در سرک و جاده و کوچه و پس کوچه است. من خب میفهمید که تعریف یک کسی را تا که نبینم نمیکنم، اما سوالات است که باید پرسیده شد و پاسخ هم داده شد. بعض موارد که انتقادات شدید شما مردم بسیار عزیز و دوست داشتنی ماست. خب یک تشکری خاص از اپی ماسیف انرژی درینک میکنم. انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی در شما جادو کنه پس اپی ماسیف انرژی درینک انتخاب کنید. ما میخواییم که یک بنوشم کمه
معاون صاحب شما میتونین بگیرید، به خاطر که من دیدم معاون صاحب ما یک بار دو بار دیگه هم دیدیم شما در برنامه اید آمدن به خیر خواد دیدید چند روز بعد برنامه را، به این شکل که آرام هستن نیستن، یکم باشی من صحبت میکردن امروز نمیفهم اگر تال نان نوشتان نکده باشه چیز گفتن نمیتونم. بر صورت نال شاید یکم مودشان تغییر کنن. جناب احمد زای صاحب، یک موضوعی را که شما در لابلای صحبتهایتان یاد کردین از شاروال صاحب گفتن که یک مقدار وقت را تعیین کردن تا شما را آزمایش بکنن، این مقدار وقت شما شب روز به خاطر از این کار کردید که خود ثابت بسازید یا به عنوان از این که باید این مسئولیت است و این ادا شود؟ خب رامکی صاحب، ضرورت به این نبوده، چون فعلا اگر مقایسه به وقت کنیم، اگر هدف ما این بود که ما خود اثبات بسازیم و خود به مقام برسانیم یا به موقف برسانیم، ما بیشتر و بیشتر از وقت فعلا هم کار میکنیم تا ساعت 9 بجه 9 نیم بجه در ساحه می باشیم. وقتا کنترل نداشتیم، فعلا کنترل داریم و بیشتر وقت در امورات به مردم شیشتر نشست داریم. ضرورت به اون نبوده، هدف ما می بود که زمینه کار بر ما مسایش یک موقع داده شود تا ما خود اثبات بسازیم و الحمدلله با همکارای خود توانستیم که خود اثبات ساختیم. بسیار عالی. شما در آغاز هم میاد کردم که کنترل میکنین نرخ در بازارهای ناحیه پنجم شهر کابل و از این کارتان تعداد زیاد از هموطنان ما استقبال کرد و در موردتان نوشت و در مورد کارکرد شهرداری کابل نوشت، اما از این هم نمیشه چشم پوشی کرد و تعداد از مردم ما میگن که از برخورد زشتتان با دکاندارا شکایت دارن یا با کسایی که شما با اونا طرف هستین و میگن که این کارهای فیلمی است و بچه فیلمی گری و فیلمی بازی را بس کنید دیگر، برید بسیار با درست امروشون صحبت کنید، یک بار دو بار بار سوم بار لاکش کنید، بار اول توصیه کنید، بار دوم جریمه کنید، بار سوم بار لاک کنید، اما مستقیم میرید و بسیار زشت امروشون برخورد میکنید، دوباره دکانشون قفل میکنید، خودشون هم رخصت. خب رامکی صاحب، وطنداری تو فکر میکنن که باز وطنداری که انتقاد میکنن، البته وای تو فکر میکنن که ما همی بخاطر کنترل که بیرون میشیم دم بار اول مرلاک میکنیم. نخیر، ما مکررن توصیه میکنیم، اگر شما وطندارا بخواین، چون مودوسی را کت خود ناوردیم، ما مکررن تقریبا 15 دوسی اصناف مختلف داریم کت خود که کتبن از یاد توصیه گرفته شده، انگشت ماندن امضا کردن که اشتباه بعدا تکرار نمیشه. ولی باز هم میبینیم که وطندارا، ما بجایی که میریم در بعض ساحات مثلا نظر به شکایت میریم، وطندارا تماس میگیرن که در فلان ساحه فلان مغازه قیمتی که شما تعیین کردین نظر به نرخنامه مواد به فروش نمیرسانه و در بعض ساحات خود ما میریم، مدیریت صحت محیطی یا مدیریت تنظیم مارکت های ما میریم، خود ما کنترل میکنیم. طبعا در بعض امورات رامکیس ما وطندارایی که میبینیم بیخی قابل توصیه نه، یعنی قابل مرلک هم نباشه. چند قبل ما رفته بودیم یکی از فابریکه هایی که نوشابه را تولید میکرد، یعنی دور از تصور، ما هیچ تصور نمیکردیم که نوشابه هایی که در روی مکتب، در پیش روی مکتب طفلای عزیز امور نوشیجان میکنن، اون نوشابه در هیچ یک جای تولید میشه. مکمل یعنی خلاف اصول، خلاف شریعت، خلاف مقررات شهرداری کابل، هم موارد اگر بگین طبعا انسان احساساتی میشه، چون ما هم طفل داریم، طفلای مکتب میره از پدر پیسه میگیره که ما نوشابه میگیریم، ولی ناخبر از اینکه نوشابه در کجا تولید میشه. در بعضی امورات ما دیدیم مثلا یک کلچه پزی رفتیم، در اون کلچه پزی ما دیدیم که جایی که کلچه پخته میشه و امو همکارایی که و برادرایی که در اونجا کار میکنن، برالاوی از اینکه دستکش و ماسکی موارد مد نظر گرفته نشده بود، در بغل کلچه پزی تشناب بود و صحن اویلی و کلچه پزی را اگر میدین قابل توصیه نیمه میگم، او نفر باید 100% به ارگان های امنیتی و عدلی معرفی میشد. ولی ما باز هم توصیه کردیم و در بعض موارد کوشش کنید های خود میکنیم، چون ما هم انسان هستیم، طبعا بعض موارد که میبینیم احساساتی میشیم، طفلای ما، برادرای ما، خوارای ما و هموطنای ما که این موارد خریداری میکنن، طبعا هم در بعض موارد احساساتی میشه و ما دفعتا مرلاک نمیکنیم،
توصیه هستند، توصیه شفایی است، توصیه کتبی است، باز تعهدشان گرفته میشه. بار چهارم اگر تکرار کنن باز مرلک میشه. بخیر باشین خیر. ما فقط هم تصاویر را هموطنهای مطمئن دیده بودن که انتقاد کردن که شما میرید مستقیم مرلاک میکنید، این چند پروسه داره بعدش مرلاک بله. میشه. چقدر بله. خوب شد که این واضح شد و این موضوع چه وقت یاد نشده بود تا هموطنهای ما بیشتر در این مورد بدانن و بفهمن. از برخورد مردم قصه کنید، مردم که شما رو در سرک و جاده و کوچه و پس کوچه میبینن، همراهتان صحبت میکنن، چی میگن؟ یکان موضوعات جالب شد که اگر همراه ما شریک کنیم. خب رامکی صاحب، وطنداره که ما اکثرت وقت در ساحه می باشیم، وطنداره بسیار به حد زیاد خوش هستن از این پروسه ای که شهروالی کابل آغاز کردن و فعلا در دیگر ولایت ها هم این پروسه آغاز شده. در بعضی نواحی که شکایت دارن و فکر میکنن که ما مسئول عمومی کنترل هستم، باز میگن که مثلا در فلان نواحی هم یوت یک شکایت است. بعضی برادرها پیام میکنن که در فلان نواحی هم مواد تاریخ تیر شده است که شما کنترل کنید. برخوردشان نیک است. در بعضی موارد وطندارا می توصیه میکنن که چون مردم وضعیت اقتصادی خوب نیستن، یک کم ذره اگر مدت برشان داده شوه خوبتر خواهد بود. فعلا پروسه کنترل ما قسمی شده که در برخورد ما هم تغییر آمده، ولی اصول و مقررات تطبیق میشه. طبیعی است که بعد از توصیه مقرر اگر باز هم اصول و مقررات تطبیق نکنن طبعا مرلاک میشه. وطندارا همیش پیام میکنن و اکثریت وطندارایی که بیرون از مملکت هستن و از این پروسه ما بسیار خوش هستن. بسیار عالی. از این پروسه تان همه مردم خوش هستن. ما منعیس یک جوان، منعیس یک شهروند این مملکت و این مرز و بوم همچنان از این کارتان فوق العاده خوشحال هستیم. اما من یک چیز در فیسبوک رو نوشته کردم، منعیس یک جوان از این مملکت هستن، خواهش کردم که ما خواندم اون متن را. خواندید؟ بله بله. خودتان خواندین یا کس برتان؟ نه خودم خواندم. گفتیم که کار ژورنالیست، ولی از جمله‌ش یادم نیست، گفتیم که از بچه فیلم نسازین، بعضی افراد اشخاص در بسیار مدت کم. خوب است اون خیلی خواندین. بله خواندم. راستی کارتان فوق العاده است. این که مردم ما خوشحال است، ما هم خوش هستیم و مردم ما راحت باشه، ما هم راحت هستیم. خب رامکی صاحب، این کار را ما به خاطر ملت خود میکنیم. تا چی وقت باشه که در شهر زندگی کنیم ولی همون میاراتی که به خاطر شهر بودن یا خود شهری خواندن بگیم، اون میارات مد نظر نگیریم. مدت زیادی گذشته ولی فعلا باید خود با میارات برابر بسازیم. ما این پروسه را به خاطر ازی آغاز نکردیم که سکتور خصوصی را فلج کنیم. چند قبل ما با یکی از مغازه رفتیم، فکر کنیم ما روز فعلا که داخل میشیم در شروع پرسان میکنیم که چی تعداد مواد تاریختی شده را داریم. تسلیم کنیم ما قرض نداریم دیگه، ولی داخل که رفتیم گفتن که ما تاریختی شده مواد نداریم. وقتی که آغاز کردیم پروسه را تقریبا 60% مغازه خالی شد. فعلا ما خود ما تقاضا میکنیم که اگر مواد دارین بر ما تسلیم کنین. باز اگر تسلیم نمیکنیم ما بررسی خودشون میکنیم. یعنی نور الان نور میشه، بسیار کار نیک میشه بلد. که همکاری کنن. یک سانش جالب بوده که ما نو به یک مغازه داخل شدیم، نو که داخل شدیم یک طفل دیدم کمی یک سبد بوده بخاطر پشت دروازه استاد کرد. که استاد کرد ما داخل شدم، گفتم بچه‌م میجه چی رو ماندی؟ گفت کاکا جان یه چیزه. گفتم نه راست بگو. گفت کاکا می پدر ما بر ما گفت که اینی پدر تاریخ تیر شده، آره کنترل و آمدن ایره پشت دروازه بر که نبینه. بچگه کش قاصدک شد، کاش ما بوره نمیگرفتیم، برو بمیگیم بل روی خودت نیبانی. بخیر باشین جناب مامان صاحب، بسیار وقت زود مگذره. باز همکارا میگن که وقفه باید بگیریم، وقفه را میبینیم ایزایم، پس از وقفه دوباره زود برمیگردیم. شما هر کاری که دارید در حدود 2-3 دقیقه کارتان انجام بدید. اگر این شما هم بخیر مشکل داشتین در ناحیه 5، مستقیم همراه مامون صاحب صحبت کنین که مشکلتان حل شود و انشاءالله که به مشکلتان هم رسیدگی خواهد کرد. اما ما یک تشکری خاص دارم از آب میوه 100% طبیعی نتروسی که با طعم‌های مختلف به بازار آمده. مطمئنا اگه یک بار امتحان کنین بار بار نوش جان میکنین. نتروسی
یک جوس واقعی. بخیر باشن. جناب احمد زای صاحب، انتقال معتادین از پل سوخته به مراکز درمان و تغییر نام پل سوخته و پل خوشبختی، نقش شما در این قسمت چی بوده؟ خوب رامکی صاحب، اگر از آغاز قصه کنم برتان، انتقال معتادین وظیفه وزارت امور داخله بوده. ساعت 11 بجه شب بوده که یکی از انجینر صاحبای ما بودن پیام دادن که در ساحه پل سوخته معتادین مکمل انجاماری صورت گرفته. ما موضوع رو دفعتاً به شهروند صاحب کابل شریک ساختم، گفتن سبا اول صبح باید بیاین. تقریباً 7 بجه صبح بوده، به شهروند صاحب رفتم موضوع رو شریک ساختم. از اموجا هدایت دادن که هر چی عاجل باید ساحه پل سوخته پاکاری شد. ما رفتیم تقریباً 1.5 نفر همکارای تنظیف خود را قد خود بردیم زیر پل سوخته رفتیم. وقتی که رفتیم ما تو فکر میکردیم کثافات با همکارای ما که هستن با همکاری از یا بخیر کثافات انتقال میتیم، ولی وقتی که زیر پل سوخته رفتیم دیدیم که کثافات کانکریت گشته بود مکمل و قابل بیل زدن و کلنگ و چیزا ضرورت نبود. باز رفتیم موضوع رو به شهرواسی صحبت کردیم، دیدیم که ماشینری رو انتقال دادن، کار آغاز شد. در روزای اول دیدیم تقریبا موتر دوم بود که بار میکردیم که ما یک چیز سفید واری معلوم میشد آب، دیدیم که دوی او بالا پایین میشد. از همکار خود پرسان کردم، گفتم تو دو چی میکردن؟ چون دو صاحب پل سوخته بعضی اطفال هم بودن که وزارت امور داخله وار انتقال داد. من فکر کردم حتما تو پی کدام طفل دو مانده باشه. وقتی که دقیق متوجه شدم دیدیم که جمجمه سر یک هموطن ما بوده. که متوجه شدم بیشتر، گفتم باقی مانده بدن جسد در کجاست؟ وقتی دیدیم تقریبا همی معتادینی که در او ساحه می بودن و هر نفری که فوت میکرد باز در مون لباس خود یک ترپال که داشتن در مون دار میدارد در مون دفن میکردن. دیدیم ترپال پالی، دیدیم جسد کشیده شد. دقیق بیشتر که دقیق شدیم که یک روز تقریبا 6 نفر جسد پیدا شد. از امون خاطر بوده که ساحه پل سوخته ما پلان داشتیم که در ظرف 15-20 روز پاکاری کنیم، ولی هدایت رهبری خود شهرواسبی بوده که بسیار با دقت پیش برین، هیچ جسد باید زیر پل سوخته نمانه. ما هم کوشش کردیم در ظرف یک ماه یک و نیم ماه انتقال کثافات صورت گرفت. بعضی هموطنا باز با نهایت تشریف آوردن، گفتن که ساحه پل سوخته باید تغییر کنه به شکل کلی. ما همکار هستیم در این بخش، البته سکتوری خصوصی بوده. بعضی نظریات ارائه کردن، با همکاری یک سکتوری خصوصی ما توانستیم که ساحه پل سوخته را که قبلا معتادین دوجه زندگی میکرد فعلا یک خانه بسیار بزرگ بسط کابل دوجه ساختیم. حالا ما خودت صحبت میکنیم و در حال گپ زدن هستیم، وضعیت در ساحه پل خوشبختی چطور است؟ کاملا خوب است، کدام مشکل دیگه وجود نداره. ولی اگر مشکلی که خواهش ما از وطن دارا میستن، هموطنهای ما اکثرت هموطنهای ما کثافات به کثافتدانی نمیندازن، کثافات میارن در دریای کابل میندازن و تقریبا مدت 2 ماه نمیشه که ساحه پل سوخته پاکاری صورت گرفته. ولی فعلا اگر ببینین بازم زیر پل سوخته به حالت قبلی برگشته، کثافات بیخی سر کرده در ساحه و در آینده نزدیک بخیر باز پلان داریم که پاکاری در ساحه صورت بگیره. بی‌توجهی بعضی هموطنهای ما هست که کثافات میاره در دریای کابل میندازه و بالخصوص در ساحه پل سوخته میندازن. یک انتقاد دیگر که مردم، ما خواهرای مردم سرکار داریم، همیشه رفت آمد داریم، میگن که به می شکل که نو وضعیت دکانا را کنترل میکنن و از افضل سهر میگه باید دکاندارا و هتلدارا و کسان دیگه رعایت کنن. ما میخوایم یک بار دفاترشان و خانه های خودشان ببینیم که وضعیت چطور است. نور الله نور ما در خدمت. یعنی شما اجازه میتین که اگر شما وطنهای بیان در ناحیه پنجم و دفتر شخصی شما رو ببینید که وضعیت هیچ مشکل ندارد. افضل سعد اونجا رو بیان ما به نمایندگی ناحیه پنج اطمینان میتون برشن. بیان ناحیه پنج ببینن، ناحیه پنج خودش یک مثال است، هم از نگاه سرسبزی، هم از نگاه نظافت، هم از سایر مورد دیگه. بیاین ببینین هیچ مشکل ما نداره. خب چقدر اعتماد بالا گفتید که باید ببینن. بیاین ببینن. خیلی معتادین را که وزارت داخله گفتین انتقال داد، خب
حداقل به خاطر از اینکه در ناحیه شما بود و همسایه شما بود، گاه و ناگاه احوالشان دارین، پرسانشان میکنین، از دکتر سایبار همراهشان به تماس هستین؟ بعضی معتادینی که فعلا تداوی شدن، چند قبل هم یک برادر به نام مهدی که بسیار خوب شعرم میخوان. مهدی را خواستیم در برنامه لالیت سال عید رمضان یا عید سعید فطر. مهدی چند تقریبا دو روز پیش ما با سایه پول سوخته رفته بودیم، به خاطر که بعضی مشکلات در امو گلدان رخ داده، بعضی هموطنای ما امو گلایی که در ساحه تنظیم شدن او گلها را انتقال میتن میبرن. باز ما رفتیم تا یک مشکل بنیادی حل کنیم. رفتیم مهدی را دیدم که مهدی در امو ساحه مصروف بوده و امو گلها ها میداد. ما پرسان کردیم مهدی جان چطور آمدی؟ بفیش همین تو آمدم صاحب پول سوخته، دل مگشت، دل متنگی کرد آمدم و خوش شدم که صاحب پول سوخته یک گلدان دیدم. گفتم بیا به می گلدان یک کم زره آبوتون. چند برادر دیگه هم که معتاد بودن تداوی شدن آمدن و به خاطر همین دستاورد بزرگی که شهروالی کابل داره تشکری کردن، بعضی هایشان ما را تقدیر کردن، شهروال صاحب کابل تقدیر کردن، میان موطندارایی که تداوی شدن و خاطر بازی ها ما هم به خاطر احوال پرسیشان میریم یکم وقت. چقدر خوب اینی کار که شوه که اونا یک رای حل هم که از طرف حکومت فعلی مد نظر گرفته شوه، به خاطر کارشان، به خاطر ادامه زندگیشان، به خاطر پیشبرد اموراتی که در زندگی دارن کار فوق العاده میشه دیگه. بلکل رابکیس، بازی مشکلاتی که امو هموطنهای ما بلخصوص اگر مهدی جان یادوری کنم، بعضی هموطنان ما در صفحات اجتماعی، در بعضی امورات اجتماعی مهدی جان زیاد خفه بود، چون گفتن که از ما بسیار استفاده کردن و فعلا ما را در میدان لا کردن. طبعا ما هم کوشش میکنیم به نوبه خود. این کار مردم کرده؟ بعضی وطنداره که در برنامه ها میگه، در بعضی برنامه ها ما را دعوت میکرد. خب هدف شان از یوتیوب چینل بله، که بله، 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 یوتیوبرایی بله، که در کابل بله، چینل هایی که میگن بله گله کردن، ما گفتم که موضوع ما بررسی میکنه و تا حد توان ما من حیث یک هموطن همراهتان همکار هستیم. ما هم برای علاوه از اینکه مسئولیت معاونت نای پنجم به عهده خود داریم، کوشش میکنیم با سکتور خصوصی که ما همراهشان همکاری داریم و هم ما همراه ما خوب همکاری دارن، کوشش میکنیم که از طریق خود بعضی هموطنهایی که قبلا معتاد بودن معرفی کنیم تا برشان یک شغل ایجاد شود. بخیر، تشکر مهون صاحب. وقفه بسیار کوتاه، پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم، همراه ما باشین. ادامه سراچه است و جناب رفیع الله احمدزی معاون ناحیه پنجم شهر کابل با ما هستند و در اواخر قصه ها و داستان هایی که در قسمت مرلاک دکان ها و هتل ها شده بود زیاد سر صدا ایجاد کرد در صفحات اجتماعی، میخواستم که ما اون صاحب داشته باشیم تا موضوع را همراهشان در جریان بمانیم و مشکل اصلی را پیدا کنیم که چرا بعض از هموطن های ما شکایت دارن از اینکه کار فوق العاده خوب میشه. بر صورت ما اون صاحب هم جوابای خود داد، حتما پاسخهای دیگه هم خواد داشتن. اما قبل از یک بار دیگه از اپی مصرف انرژی درینک تشکری میکنم. انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی در شما جادو کنه، پس اپی ماسیف انرژی درینک انتخاب کنید. تشکر میکنیم. بیشتر مانو صاحب گفت باش ما ببینم تاریخش چطور از گفتم بیخی 100% ایت نبینین بانین در جایش، چون تاریخش فوق العاده تاریخ خوب است. خوب بیم از برکت شهروالی کابل است. فعلا دیگه هر وطن ما که یک چیز خریداری میکنه میگه باش اول تاریخش یک چک کنیم. من انشاءالله دکاندارم تاریخش اکتر شده باشه، خودش کنار میبانه از اموال که تاریخش درست است. در این مدت دو سال یا 13 ماهی که گفتید باعث معاون ناحیه پنجم شهر کابل وظیفه اجرا میکنید، گاهی کدام اتفاق افتیده که شما رو ناراحت کرده باشه؟ بله رامکی سب، مدت 13 ماه اولترین چیزی که مرا بسیار آزرده ساخته در ساحه پول سوخته، بعد از اینکه انتقال کثافات صورت گرفت، ما به خاطر کار تزینتی کار آغاز کردیم. زمستان بود، برف بسیار شدید میبارید،
ما تصمیم بگرفتیم که زیر پل قدسینگی را تا یک جای دیگه هموارکاری کنیم توسط بلدوزر. ولی بلدوزر وزنش زیاد بود و ساحه نرم بود و غرق میشد. بازی موضوع را ماندیم تا هوا بیشتر و بیشتر سرد شد، برباری بود. ما لباسی کار پوشیدیم، ما زیر پل تا مدت زیاد شده بود نرفته بود. لباس کار پوشیدیم، همراه تیم خود رفتیم با موزه و پای تو داخل میرفتیم. با همکارای خود گفتم باز زیر پل قدسینگی پاک نشده، باز مردم کثافات آوردن. گفتم اون گوجی را زیر پل ماندن. و یک همکار ما رفت گفت ما میبینیم که چی است. وقتی که رفتیم از نزدیک گفت صدا کرد، گفت ماوین صاحب خانم است. من گفتم خانم است؟ گفت وقتی رفتیم نزدیک شدیم که دیدیم یک خانم یک خواهر ما زیر پل قدسینگی شده بود. تر بود، لباسش مکمل تر شده بود. وقتی که سعی کردم چشماش بیخی مکملا سرخ گشته بود، گفتم خواهر چی میکنی اینجا؟ گفت من پشت شوهر خود آمدیم. وقتی زیر پل تاریکی بود، وقتی ای رو بیرون کردیم، حوزه را ارگان امنیتی را در جریان گذاشتیم و یک تیم خانم‌ها را روان کردن، بیرون کشیدیم این خانم، دیدیم که او خانم حمل هم داشتن و تیم مواد وزارت امور داخله بالخصوص تیم معینت مواد مخدر که آمد دیدن که او خانم معتاد بود. واقعا زیاد ما را جگرخون کرد و صحنه، چون طفلی که در بطن از او بودن و او خانم بعدن بسیار قصه های غمگین کردن که قبلا شوهر من معتاد بوده و ما بازن من معتاد شدم. مدت زیاد شده بود که ما به این ساحه نامده بودم، ولی وقتی که آمدم دیدم که زیر پل هیچ کس نیست. میگم من فکر کردم که حتما به خاطر خنک و به خاطر برف زیاد نامدن در این ساحه، ولی وقتی که بعدن متوجه شدم شما آمدن، متوجه شدم که معتادین کلشان جمع شده. صحنه که در یاد من نمیره بالخصوص در سایه پل سوخته همون صحنه است. آب خیر، یک روز را شاهد باشیم که هیچ هموطن ما معتاد نباشه. مشخصا خانما و دختر خانما، کسانی که مادر است، خواهر است، همسر است، اونا خو کاملا پاک باشن. یک تعداد بسیار کم که در حال حاضر هم معتاد هستن، به خیر یک روز خوب شون. یگان ویدیویی که دست به دست میشه، بعض دکانا درخواست در خفا دیدن شما را دارن. اصلا از شما چی میخوای؟ یک ویدیو رو دیدم، میگه مدیر صاحب مامان صاحب گوشه شین بیاین گپ میزنیم، بیاین دی بغلق گپ میزنیم. چی را میخواستن برتان بگوین؟ خب او هموطنی ما که بوده در ساحه چاره قنبر بود، یکی از مغازه های بزرگ بودن. ما گفتیم که ما تاریخ دیر شده اگه وجود داره، او خودشان کارمان بودن و میخواستن که از نزدیک صحبت کنه که ما کارمند هستم در اینجا. شما اگه مواد انتقال میتین، این مغازه روی تصویر کشیده میشه، ما را از ساحه از وظیفه دور میکنن چون ما غفلت کردیم. بعدن او موضوع حل شد و همکارا و هموطنایی که مغازه مربوطشان میشد و آمدن و ما بر از او گفتیم که این وظیفه از این نیست، تاریخ تیر شده، خودت باید متوجه میشدی این مواد انتقال میدادی. خب فکر ما این دیگه طرف ها رفت. نه فکر دیگه طرف نمیده. این خیلی سوال دیگه را ما به خاطر ساختیم. بیشترین و زیادترین پول که در این مدت رشوه برای تان پیشنهاد شده چی مقدار بوده؟ خب رامکیس در اداره شهروالی کابل فعلا اگر در کل بگیم در امارات اسلامی افغانستان فعلا کسی قدر جرات نداره که پیشنهاد رشوه به کسی کنه و ضرورت هم نیست. میگم براتون قبلا اگر شما به شهروالی کابل میرفتین، شهروالی کابل را بسیار مردم کم دیده میتونستن. معاون اینا یک ناحیه خو اصلا دیده نمیتونست. ولی با اطمینان کامل بر شما میگیم ما روزهای یک شنبه و چهار شنبه پذیرش داریم. به هزارها نفر به خاطر ملاقات با شهروال، به خاطر حل مشکلات خود به شهروالی مراجعه میکنن و مشکل خود رو به رو به شهروال سر میگه. هاز القیاس میتونن که مثلا به نواحی برن، میتونن که امرای ما رو به رو شن و ضرورت هم نیست که پیشنهاد رشوه ارائه کنن، چون کارشان اصول طبق اصول مقررات است و طبق اصول مقررات ما هم پیش میریم. ما ریاست های بالای خود که داریم. یک نقطه هم اگر با شکل نقطه دیگر اشاره کنم، در بخش ساختمان اگر بگیم، ساختمانی که تخلف داشته باشه و طبق مقررات و قانون شهروالی کابل نباشه، خشت هم سر خشت مانده نمیتونه، چون ریاست هایی که بالای ما کار میکنن اجازه داده نمیشن و جدا خود شهروال صاحب کابل
تا ساعت 11-11:30 بجه شب خودشان کلی امورات کنترل میکنن. او مهندسه بزرگوار، من خواستم فقط بفهمم که چی مقدار پول براتان در این مدت رشوه پیشنهاد شده. اما زیادترین پولی که براتان پیشنهاد شده چی بوده؟ خوب که من به براتان واضح گفتم که کسی جرأتی قدر نداره که پیشنهاد کنه. ما کار بانش اجرات نکنم. عدف ما اجراتی است. رو میکیسه ما گفتم که فعلا سهولتی بیشتر و بیشتر ایجاد شده. هر کس میتونه به اداره بسیار با آسانی بره بدون واسطه، بدون کدام چیز میتونه مشکل خود رو در رو بگیره. بسیار خوب. تشکر. وقفه میگیریم. پس از وقفه دوباره برمیگردیم. بخش پایانی برنامه را همچنان بیننده باشین. جای دیگه نریم. بخش پایانی برنامه و چند سوال دیگر که ما از جناب احمدزای صاحب دارم میخواهیم که بپرسم. اما قبل از او یک تشکری خاص و ویژه از آب میوه دبی 100% نتروسی که با دمای مختلف به بازار آمده. اگر یک بار شما امتحان کنین، من مطمئن استم که بار بار نوشجان میکنین. نتروسی یک جوس واقعی. میتونین که ببینین تاریخش بیخی 100% تاریخش درست است و یک جوس واقعا خوش طعم است. طعمای مختلف داره. شما مهندس صاحب میتونین که نوشان. درست. در کنار این که شما در شهرداری کابل وظیفه دارید، کارهای شخصی هم میکنید؟ بله، یک مکتب خصوصی دارم و برلاوی از او دیگه کاروبار شخصی ندارم. مکتب خصوصی بله، دارید؟ مکتب دارید؟ بله، فعلا یک مکتب است و با خاطر نمایندگی دیگه‌ش هم کارا جریان داره که بخیر در روزهای نزدیک افتتاح خواهد شد. بخیر. بسیار خوب، ان شاء الله بخیر افتتاح شه. ما را بطلبین بخواید افتتاح. حتما رامکیس برلاوی مکتب هم باز کارهای خیر بعد از رسمیت البته بگیم که بعد از 4 بجه 5 بجه باز وطندارا که اعتماد میکنن در بازی بخشا بالخصوص در بخشای پرورشگاه که در اوج باز طفلای نازنین می باشند پول روان میکنن که شما و به خاطر امی پرورشگاه بعضی چیزهایی که ضرورت هستن خریداری کنید. در بعضی اوقات در او مراد هم مصروف می باشه. بسیار خوب. موتر که در حال حاضر با او رفت آمد میکنید چی مدل است و قیمتش چقدر است؟ موتر که فعلا ما دارم کرولای 1995 رنگ نقره‌ای و قیمتش هم دیگه تقریبا در این روزها 4500 دلار خواهد باشه. خب صحیح است. خب اگر قبول نمیکنید خواهم کارا رو بگین که من فعلا در کدام موتر آمده این موتر معلوم میشه. خب بسیار خوب. شما اکثرا با یوتیوبرها دیده میشین در چینل های یوتیوب و مکان های مختلف میرین، برنامه های تفریحی میسازین امرایشان، قصه میکنین، گپ میزنین، از این ولایت به اون ولایت میرید. شما معاون ناحیه هستید یا یوتیوبر؟ خب برالاوی از این رامکی سیب که ما در دولت کار میکنیم تفریح هم حق داریم. البته به ولایتانی یکی از ولایتها که من زیاد علاقه داشتم که به ولایت سفر داشته باشم ولایت بامیان بوده، چون قصه هایی که از هموطنها شنیده بودم خواستم که به ولایت بامیان یک سفر داشته باشم و برم. موضوع دومی که ما به یوتیوبرا، ما وقتی که گزارش تهیه میکنیم میریم بساها کنترل میکنیم، خود یا حاضر میشن به خاطر بررسی، به خاطر او حقایقی که نگفته شده و وا علاقمندی نشان میده. یک سوی تفاهم نشه جناب مهندس صاحب، بس خودتان جداست که نرخ را شما کنترل میکنین، یوتیوبر میای ویدیو میگیره و در صفحات اجتماعی خود نشر میکنن. ما به دور از این در برنامه های دیگر شما رو دیدم، مثلا یک برنامه که آقای رضا احمدی موتر ساخته و شما با یک یوتیوبر میره نزد از اونا و اونا رو تشویق میکنین در کارشان، چی را میخواین ثابت بسازید؟ خوب رامکی صاحب، انجینر رضا یک دستاورد بزرگ به سطح افغانستان داره و افتخار بزرگ است که در روزا به سطح بین‌المللی هم خواهد شد. ما من حیث یک جوان رفتیم و او رو تشویق کرده. میخوایم بفهمم که در مفاد از یوتیوب هم شریک هستید؟ مثلا برنامه که $1,000-$2,000 دلار رایت میکنه یک مقدارش به جیب شما میریزه؟ خب این بار اول است که ما شما شنیدیم که یوتیوب هم مفاد میکنه. نکنید شوخی.
بار اول است که من از شما شنیدم. خب بعد از این متوجه باشیم ما هم که خوب متوجه باشیم. دوستان ما بسیار سرشماعیت میکنن. خب رامکی صاحب، این یوتیوب چنل هایی که هستن، این جوان ها هم از این مملکت هستن و ما بر یک نوی میخواییم که جوان ها را بیشتر و بیشتر تشویق کنیم تا بتوانن امو عایدی که یا میکنن، قسمی که شما گفتین او هم فکر کنین یک گوینده و کامرمن و ایدیتر و دیزاینر و این مردم ها دارن. بازم 4-5 نفر هم را یک یوتیوب چنل مصروف میباشن. شما هم یک بخشه کامرایشون شریک شوین میشه خوب پیسن. رامه کیسی ضرورت نداریم. ضرورت نیست. ضرورت نداریم. ضرورت که نداریم. ضرورت هم نداریم. ضرورت که نداریم. و اجازه هم از طرف رهبری نداریم. بازم بخیر آمد آمد اید است و قیمت فروشی ها و مواد تاریخ تیر شده را فروختن و اونم رقم حفظ صحه را رعایت نکردن این گپا وجود داره دیگه. پلانتان چیز در این ایدم کنترول همچنان ادامه خواد داشت؟ رامکی صاحب، چند مورده که ما میخواییم وضاحت بیشتر بتون. نرخ از طرف شرالی کابل داده نمیشه، نرخ از طرف اصناف مختلف که یا نمایندار را معرفی کردن میان میشینن و به همکاری از یا به مشوره بیشتر بیشتر این نرخنامه ترتیب میشه. بعدا شروالی نرخنامه را نشر میکنه و مسئولیت داره که نرخ کنترل کنه. کنترل ما همش ادامه داره. کنترل ما به خاطر روزای عید نیست. همه روزه کنترل میباشه و در او عید گذشته چون ماه مبارک رمضان بود بعضی رستوران ها کنترل نمیشد چون روزای رمضان بود کنترل نمیشد و ان شاء الله پروسه دوام پیدا میکنه. بخیر، روزانه چند ساعت کار میکنید؟ ساعت 7:30 بجه صبح دفتر میریم و ساعت 9 بجه شب تا ساعت 9 بجه شب نوکریستیم. شاروال کابل اکثریت همکارا یا اکثریت وطندارا شاید بشناسن. اگر گفتی که من یک نیال شاندم در فلانه ساحه، 100% مطمئن باش که می اون نیال میبینه. بخیر باشید. تشکر از اینکه با برنامه حضور پیدا کردین. همیشه در کارتون موفق باشین. یک بار دیگه یاد میکنم، ما باید از نقطه قوت هم یاد شود و از دستاوردها. شهرداری کابل کارش فوق العاده است، چارایی ساختن و کنترل نرخ مواد اولیه و تمام موارد دیگری که دارین. همیشه در کارتون موفق باشید. زنده باشید. تشکر. بخیر باشید. تشکر از شما وطنداریم که تا این دم با ما بودین. برنامه های بعدی طلوع هم فراموش نکنین و انشاءالله که روزای ایدم آیسته آیسته نزدیک میشه. بخیر، برنامه بسیار عالی در روزای ایدم بخیر خواهد داشتیم. همتون رو به خداوند میسپارم. شاد، موفق، خرم باشین. بدرود. تشکر.